به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و ایام به با کامتان باشد خب شاگردهای عزیز و گرامی به درس ریاضی خوش آمدیم ما و شما مضمون ریاضی را میخوانیم فصل چندم هستیم فصل سوم چی است اعداد تام درست است ریاضی صنف هفتم فصل سوم اعداد تام درس چندم میشه درس سوم ما و شما امروز میشه درست است خب اول از همه قرار بود که کارخانگی به با ما روان کنید شما درست است از طریق چی روان میکدین از طریق واتساپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوالی دارید کدام پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که به شما خواندم درست است خب درس امروز ما و شما شاگردای عزیز دو عنوان ما و شما درس امروز میخوانیم اول چرا میخوانیم اول جمع اعداد تام مختلف العلامت میخوانیم صحیح و بعد از او عملی تفریق عددهای تام ما و شما میخوانیم اگر یادتان باشد در درس گذشته ما و شما چی را خواندیم جمع اعداد تام هم علامت خواندیم یا تا نفت به چه شکل بود گفتیم که با ما و شما اگر دو عدد داشته باشیم دو عدد چی تام عدد تام گفتیم یا عدد صحیح برش میگیم صحیح است بعضی کتاب ها تام میگه و بعضی کتاب ها او را چی میگه اعداد صحیح هم برش گفته میشه خب حال شاگردای عزیز گفتیم اگر دو عدد ما و شما تام باشد یا علامت دار باشد صحیح است مثبت باشه یا منفی باشد فرق من میکنه. اگر اردویش مثبت یا اردویش منفی باشد هم علامت باشند چه رقم کار میکردیم یاد تا نست؟ گفتیم یک راه خوب چی است محور در محور ما و شما کار کرده میتونیم سیست نظر به محور جواب میتونیم بکشیم ولی بعد از اون باز ما یک نکته براتون گفتم سیست یاد تا نست؟ یک نکته براتون گفتم گفتیم بدون محور ما و شما میتونیم چه کنیم جواب بکشیم به چی شک میشه گفتیم که اگر دو عدد هم علامت بودند دو عدد یا اردوش مثبت بود یا اردوش منفی باشد سیست اردش اگر مثبت یا اردش منفی باشد ما و شما چی میکنیم علامه رو در نظر نمیگیریم و دو عدد با همدیگه چی میکنیم جمع میکنیم سیست و در آخر چی میکنیم علامت عدد کلانتر رو میمانیم یا عدد بزرگتر اما عدد بزرگتر گفتیم که شما فقط عدد رو بدون علامت در نظر بگیریم سیست که ببینیم بدون علامت کدام عدد بزرگتر است علامه همون رو باید بانیم و به چرا گفتیم به شک میگیم چون در درس امروز ما فرمول استفاده میکنیم سیست پس شاگردای عزیز و گرامی با ما همراه باشید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما چی میخوانیم؟ جمع اعداد تام مختلف العلامه یا است هست معنیش هست که عدد های ما و شما علامش با هم مساوی نیست یا یکش مثبت یا یکش منفی یا اولی منفی دومی مثبت صحیح است بالاخره اردوش مثبت اردوش منفی اگر باشه خب ما و شما درس قبلی خواندیم یاد گرفتیم سیست پس جمع اعداد تام مختلف العلامه سیست جمع اعداد تام مختلف العلامه خب شاگرده عزیز قبلی که من درس خودش شروع کنم یک مثال از درس گذشته براتون میزنم که یادتان بیایه به عنوان مثال منفی سه جمع منفی دو جواب چند میشه؟ گفتیم ایره ما شما کار کرده میتونیم هم با محور کار کرده میتونیم هم بدون محور سیست ما با محور کار میکنم گفتیم برای ازی چی میکنیم؟ یک تا محور میکشیم محور خو میفهمیم دیگه سفر یک دو سه چار پنج شش یک دو سه چار پنج شش سیست و سمت چپم به این شکل منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار منفی پنج منفی شش منفی هفت منفی یک منفی, منفی دو منفی سه منفی چهار سهیست منفی سه منفی چهار منفی پنج منفی شش و منفی هفت سهیست خب شاگرده عزیز اگر یاد تا ما شد گفتیم که همیشه از چند شروع میکنیم از صفر از مبدع شروع میکنیم سه منفی معنای چی است یعنی سه خانه به سمت منفی ها حرکت کو پس ما از همین نقطه صفر گفتیم همیشه شروع میکنیم صحیح سه خانه به سمت منفی چون منفی است پس به سمت منفی سه خانه حرکت میکنیم صحیح یک دو سه پس به شکل میشه دهی خانه میرسیم صحیح است پس این منفی سه است دقیقا در اینجا رسیدیم صحیح است الی عدد دوم چی است جمع عدد دوم عدد دوم است منفی دو یعنی از همین نقطه‌ای که ما و شما رسیدیم باز دو خانه به سمت منفی حرکت کو چون منفی دو است باز از همین نقطه از این که رسیدیم دو خانه به سمت منفی بریم یک دو ده اینجا میایم صحیح است پس میایم ده اینجا پس این منفی دو است خب جواب از چی میشه گفتیم امی چی است امی نقطه‌ای که رسیدیم ده چند رسیدیم ده منفی پنج رسیدیم پس جواب ما و شما چند میشه ده اینجا منفی پنج میشه صحیح است فهمید چی رقم شد دیگه نه؟ پس این چی بود این درس گذشته ما و شما بود و این با محور ما تا نیستیم دریافت کنیم اما بدون محور ما یک نکته براتون گفتم اگه یادتون باشه نوشته کردیم صحیح است گفتیم که چی است گفتیم اگر دو عدد ما و شما هم علامت باشن یعنی اردوش منفی اردوش مثبت باشد مثال ما و شما اردوش منفی است گفتیم وقتی هم علامت بود علامه در نظر نمی گیریم این دو عدد با هم دیگه جمع میکنیم 3 و 2 چند میشه 5 میشه صحیح است خب 5 نوشته میکنیم و بعد از چی میگیم میگیم علامه عدد بزرگتر بین دقت کنید منفی 3 منفی دو که منفی دو کلانتر است ولی وقتی میگیم عدد بزرگتر معنایش این است که علامه ها در نظر نگیر یا بعضی از کتاب ها میگه از لحاظ قیمت مطلقه کدام بزرگتر است سیست؟ است حال قیمت مطلقه کمی سخیل میشه ما میگیم می که علامه ها در نظر نگیر بین بدون علامه سه کلانتر است یا دو خب سه کلانتر است پس علامه از چی است ده پشت سرش است منفی پس منفی است ممکنه با خودتان بگین استاد خردوش منفی 1 از منفی میمانیم صحیح اما درس امروز که ما میخوانیم ما میخوایم نکته ما دقیقا مثل درس گذشته شه با او خاطر پس در ذهن باشد باشه پس اگر جمع چی جمع اعداد تام داشتیم اگر اردو عدد هم علامت بود هر دو عدد هم علامت بود چی میکنیم هر دو عدد با هم دیگه جمع میکنیم علامه رو در نظر نمیگیریم فقط عدد ها رو با هم دیگه جمع میکنیم و علامه عدد بزرگتر میمانیم عدد بزرگتر معنای است، یعنی که بدون علامت کدام از ار دو کلان طرف دو کلان طرف یا سه سه کلان پس علامه پس ای رو چی میمون؟ علامه منفی سه منفی را میمانیم صحیح پس درس گذشته بود اما درس امروز ما و شما چه داریم جمع اعداد تام مختلف علاما یعنی عدد های ما و شما هم علامت نیستند وان پاک کنم خب مختلف العلماء یعنی هم علامت نیستن با عنوان مثال منفی دو جمع مثبت پنج یک تاش چی است یک تاش منفی یک تای دیگه مثبت است حالی هر دور چرا هم جمع کن جواب وزیر باید دریافت کنیم باز هم ما میتونیم چی از طریق محور اول دریافت میکنیم سایست از طرف محور دریافت میکنیم و بعد ما برای یک نکته میگم که بدون محورم تو بتانی جواب بکشی ببینی چند میشه خب منفی دو معنایش چی گفتیم همیشه از چند شروع میکنیم از صفر شروع میکنیم منفی دو یعنی دو خانه به سمت منفی ها آفرین دو خانه به سمت منفی ها کنه کنیم ده در اینجا میمیم پس میشه منفی دو درست است یک خانه دو خانه عالی مثبت پنج مثبت پنج معنایش چی است مثبت پنج معنایش است که تو از همین نقطه ای که رسیدی پنج خانه به سمت مثبت ها صحیح باز شمار نکنی یک دو سه چهار پنج از همین خانه ای که رسیدی منفی دو اومد اینجا حالا از همین دیگه پنج خانه برو به سمت مثبت پنج خانه یک دو سه چهار پنج ده اینجا میای صحیح پس به شک میشه پس ما اگر بکشم به میشه از همین نقطه بکشم پنج خانه یک دو سه چهار پنج پس میاد ده اینجا میاد سایز ان ده اینجا میاد یک خانه دو خانه سه خانه چهار خانه پنج خانه دقیقا روی چه عددیست؟ روی عددی روی عدد سه مثبت پس جواب ما شما چی میشه جواب ما شما میشه مثبت سه خب شاگرد عزیز یک سوال چرا اینا رو علامت نماندیم گفته بودیم دیگه نه اگر علامه نداشته باشه علامه چی است مثبت است یعنی مثبت میتونی بونی میتونی چی نوشته نکنیم اما علامه منفی صد فیصد باید نوشته کنیم و فکرتون باشه دیگه یاد تا دیگه نه پس یک بار دیگه اگر ما چی داشتیم دو عدد مختلف علامه داشتیم دو عدد مختلف علامه داشتیم چی میکنیم در محور اول چی عدد اول اگر منفی بود سمت از دقیقا یادتون باشه از صفر شروع میکنیم همیشه از نقطه مبدا صفر شروع میکنیم عدد اول منفی دو خانه به سمت منفی حرکت میکنیم یک خانه دو خانه در اینجا میرسیم عدد دوم مثبت است از همین نقطه ای که رسیدیم پنج خانه به سمت مثبت حرکت میکنیم صحیح است از همین آخر آخر که رسیدیم پس پنج خانه یک دو سه چهار پنج نقطه میرسیم پس فلش ما به شک میکشیم پس دای دا خانه رسیدی میخواند چند است جواب ما و شما سه مثبت اما این را گفتیم که ما میخوایم چی کنیم یک نکته براتون بگم یک نکته بگم که بدون محور که بکشیم ما و شما بتونیم جواب بکشیم دریافت کنیم ببینیم چند میشه پس نکته خب نکته به این شکل است میگیم که برای جمع اعداد تام مختلف علامه. پس وقتی که مختلف العلما باشه ما و شما باید دو تا عدد از همدیگه کم کنیم عدد کلان ما چی میکنیم منفی عدد کوچکتر میکنیم شایف پس به شکل هست؟ یا میگیم دو را از پنج تفریق کنیم یا میگیم پنج منفی دو از هم کم کو دیگه خلاصه شایف دو عدد از هم کم کو علامش بی... علامش باز آخر میگیم به شک میشه وقتی کم میکنید دیگه علامار در نظر نمیگیری پنج دو را از هم کم کنی چند میشه سه میشه پس میگیم با باید اعداد را از هم کم کنیم و علامت عدد بزرگتر را میگذاریم پس دقت کن چون اینا مختلف ال است یعنی یعنی چی یکش مثبت یکش منفی است پس علما در نظر میگیریم کم کم کو پنج سر کم کو پنج دور کم کنی چند میشه سه سی میشه صحیح است پس سر نوشته میکنیم و بعد از چی گفته و علامت عدد بزرگتر را میگذاریم باز اگر یادتون بیه گفتم که در اول درس گفتم وقتی ما میخوایم ببینیم کدام عدد کلانتر است علما رو در نظر نمیگیریم صحیح است بین 52 کدام کلانتر است پنج پس علامه پنج چی مثبت است ما پس شد مثبت سه سی. صحیح است بچه خاطر گفتم چون در درس گذاشتم گفتیم که علامت عدد بزرگتر را میگذاریم دقیقا میخواستم که چی شود دقیقا نکته ما و شما مثل درس گذشته شود پس این دو نکته را با هم دیگه یادتان میارم چی گفتیم؟ گفتیم اگر دو عدد ما و شما هم علامت باشد چی میکنیم با همدیگه جمع میکنیم هر عدده هم علامت یا اردش منفی یا مثبت فرق نمیکنه عددا رو با همدیگه جمع میکنیم و علامت عدد بزرگتر رو میگذاریم منظور از عدد بزرگتر گفتیم چی است شما عددا بدون علامت در نظر میگیری و ببینی کدام کلانتر است و علامه او را میماریم حال جمع اعداد تاب مختلف العلامه یعنی چی یعنی که یکش مثبت است یک تاش منفی است خب چی میکنیم باید اعداد رو از هم کم کنیم یعنی ما شما کم میکنیم اعداد و علامت عدد بزرگتر را میگذاریم عدد بزرگتر باز گفتیم بدون علامت در نظر میگیری ببینید بین دو عدد کدام کلانتر است حالا بین دو و پنج کدام کلان است پنج کلان است پس علامت چی است مثبت است پس مثبت میمانیم صحیح پس من چند مثال دیگه در اینجا کار میکنم دقت کنید مثال منفی هفت جمع مثبت دو خب شاگرده عزیز این کدام است؟ هم علامه است یا نه؟ یا مختلف الارام است؟ این منفیست او و مثبت است پس مختلف الارام است سعیست؟ پس چی میکنیم؟ از این درس امروز ما و شماست پس مختلف الارام باشد وقتی مختلف الارام باشد باید چی کنیم؟ را کم کنیم هفت دو دور کم کنیم پنج میشه است. پس پنج ما شما در اینجا نویشتن میکنیم اما نوبت چه رسید؟ نوبت علامه رسید خب گفتیم علامه عدد بزرگتر گفتیم بدون علامه در نظر بگیر هفت کلانتر است یا دو افت کلانتر اصاف دارید بدون علامه، صحیح خب، حالی افت که کلانتر است علامه اش من علامه منفی است، پس جواب ما و شما چه میشه؟ منفی پنج صحیح شد؟ فهمیده چه رقم شد دیگه نه؟ پس ای دو نکتر رو با همده یک بار دیگه من تکرار میکنم و یادتون باشد، گفتیم چی است؟ اگر دو عدد هم علامه بودن هر دو عدد با هم دیگه جمع میکنیم عدد علامت عدد بزرگتر میمانیم اگر دو عدد هم علامت نبودن یا مختلف علامت بودن او را هم کم میکنیم سیست و باز هم علامت عدد بزرگتر در هر دو حالت علامت عدد بزرگتر است فقط یادت باشد نکته وقتی ما و میگیم عدد بزرگتر باید عدد ها رو بدون علامت در نظر بگیریم ببینیم از بدون علامت کدام عدد بزرگتر است اما عدد بزرگتر که شد اما علامتش میمانیم سیست پس فهمیدی چی رقم شد دیگه پس جمع اعداد تام مختلف ال. علامه به این شکل هم با محور میتونیم ما شما جواب بکشیم هم با این نکته که من برات گفتم صحیح جمع اعداد تام مختلف علامت تا ما شما کار کردیم و مثال براتون زدم و نکته رو برات گفتم درست است پس این رو من تیک مارک میکنم پس ای چی شد؟ ای رو ما و شما خواندیم. اما عنوان دوم درس ما و شما چی است؟ عملی تفریق عددهای تام. پس ما و شما تا اینجا چی خواندیم؟ فقط جمع دو عدد خواندیم. اگر ما و شما دو عدد تام داشته باشیم و بینش جمع باشد ما میتونیم رو چی کنیم؟ جوابش بکشیم. چی مختلف علامه باشد، چی هم علامه باشد. صحیح ولی اگر عملی تفریق باشد، بینشان با عملی تفریق باشد چی تفریق اعداد تام. صحیح پس من کنم. تفریق اعداد تام خب تفریق اعداد تام به چه شکل است فقط من اول یک نکته برد بگم شگرد دقت کنید که تفریق ما و شما مهم است که ما و شما بریازی نوشته کنیم یا بدری سیست دقت کنید که این یک نکته است که اکثر شاگردا چی میکنه غلط میکنه فکرت باشه تو غلط نکنی است. به عنوان مثال نگاه کنید ما چی نوشته میکنم این اگر ما شما نوشته کنیم به این شکل نوشته کنیم پنج م... م... منفی سه یا پنج چی منفی سه نوشته کنیم چی رقم میخوانیم این را دو طریق میشه خاند. اگر ما این را ما به ریاضی بخوانم میگم پنج منفی سه. سه است. اما اگر بدری بخوانم میگم که عدد سه را تف... چی؟ عدد سه؟, سه... تا از پنج تفریق کنید تفریق سه از پنج به این از پنج تا سه تا کم میکنیم به یا میگیم که کی تفریق 3 از 5. سعید فهمی چرا خام شد دیگه نه؟ پس اگر دری، دری از راست به چپ، هست. از راست به چپ ایر بخونیم میشه تفریق 3 از 5. اما اگر در ریاضی بخونیم، ریاضی از چپ به راست است. پس می خونیم 5 منفی 3. پس برای ریاضی بخونیم منفی می خونیم. صحیح است. اما اگر در دری بخونیم باید تفریق بخونیم. تفریق 3 از 5. فهمید چرا خام شد؟ پس یاد یادت باشه. این نکته بسیار مهمه است. بس. اگر بعد دری بخونید باید از راست به چپ بخونید. سوال داریم ما؟ بدری به تو گفته تو باید ریاضی نوشته کنی او کار کنی غلط نشست بشه دا پس اگر بدری بخوانیم میگیم تفریق از راست به چپ هست دیگه تفریق سه از 5 سیست پس این علامت چی هست؟ تفریق است و از راست میخوانیم سه از 5 اما اگر بریازی بخوانیم میگیم پنج منفی سه فهم رقم شد پس ما به دو طرق میتونیم بخونیم به ریاضی بخونیم از چپ به دری از راست به چپ پس فکر باشه مهم است خب علی دقت کن شاگرد عزیز پس این نکته رو ما و شما فهمیدیم ولی اگر ما و شما دو تا عدد چی داشته باشیم تام داشته باشیم یعنی علامت دار باشد مثبت یا منفی این هر دو را اگر بخوایم تفریق کنیم به چه شکل میشه پس مثال ما یک تا مثال کار میکنم و بعد از چی میکنیم کار میکنیم ما و شما جوابش شم میکشیم چند میشه بهشک شک ما ما شما بده بگه که تفریق یا بگیم حاصل تفریق گفته که حاصل تفریق منفی دقت کنید منفی از مثبت پنج را دریافت کنید پس حاصل تفریق منفی سه از مثبت پنج را دریافت کنید شاگرد از دقت کنید به دری نوشته کده حاصل تفریق منفی سه از پنج پس بدریه بدری چی میشه پس پنج ما و شما سمت چپ میشه و چی است منفی سه ما و شما سمت راست میشه پس به میشه پنج تفریق منفی سه یعنی پنج مثبت است به صحیح پس مثبت پنج منفی منفی 3 فکرتون باشه پس حاصل گیرگاه از دری اگه بخونیم چی میشه تفریق منفی سه از مثبت پنج حاصل تفریق منفی سه از مثبت پنج را دریافت کنید اما اگه ریاضی بخونیم میشه 5 منفی منفی سه صحیح پس به ما شما رو باید بخونیم خب حالا چرا هم حاصل از دریافت کنیم شاگرد عزیز دقت کنید ما و شما یک نکته ما برد میگم یک فرمول نظر به این فرمول شما جواب میتونی بکشی و اون فرمول چی است فرمول به این شکل است اگر ما و شما تفریق داشته باشیم علامت تفریق داشته باشیم تفریق به با این فرمول که ما برد میگم تو باید دور تبدیل به جمع کنی و جمع خود ما و شما یاد داریم میتونیم چی کار کنیم پس تفریق باید تبدیل به جمع کنیم سیست چرا خم فرمولش به ای این شکل است ما میگم عدد اول را بدون تغییر نوشته میکنیم پس عدد اول ما مثبت 5 بدون تغییر نوشته میکنیم صحیح پس مثبت 5 بون با دیگر رنگ نوشته کنم پس به میشه مثبت 5 عدد اول بدون کدام تغییر نوشته میشه علامه تفریق به جمع تبدیل میشه ما و شما علامه تفریق به جمع تبدیل میکنیم صحیح پس فرمول همین عدد اول بدون کدام تغییر نوشته میشه علام تفریق به جمع تبدیل میشه و عدد دوم چی میشه؟ عدد دوم متضاد میشه متضاد یعنی چی؟ یعنی علام مثبتش منفی میشه منفیش مثبت میشه این رو در سای گذاشته متضاد منفی چی میشه؟ مثبت سه متضاد منفی پنج چی میشه؟ مثبت پنج متضاد مثبت شش چی میشه؟ منفی شش سیس پس متضاد یا تا نفس نه؟ یا معکوس جمعی هم گفتیم برش میگن یا اگر یادتان باشد گفتیم قرینه هم برایش گفته میشه قرینه منفی چی میشه یا متضاد منفی چی میشه مثبت سه پس چی شد فرمول به این شکل است دقت کنید عدد اول بدون کدام تغییر نوشته میشه علامه تفریق تبدیل به جمع میشه و عدد دوم چی میشه متضاد میشه یا قرینه میشه یعنی منفی سه ما شما چی میشه میشه مثبت سه صحیح پس تفریق ما و شما برای که بتون جواب شده بکشیم باید به با جمع تبدیل کنیم فرمولش همین عدد اول بدون کدام تغییر نوشته میشه علامت تفریق به تبدیل به جمع میشه و عدد دوم چی میشه قرینه یا متضاد میشه یعنی علامش تبدیل کو علام منفی رو مثبت کو مثبت منفی کو سیست است یا منفی سه میشه مثبت سه حالی جمع ما شما کار کرده میتونیم یا هر دو هم علامت یعنی بله هر دو عدد هم علامت هر مثبت است پس چی میکنیم دو عدد با هم دیگه جمع میکنیم 5 و 3 که جمع شه و چند میشه 8 میشه صحیح و علامه عدد بزرگتر بین 3 و 5 بدون علامه کدام بزرگتر است 5 حال علامه شرف مثبت 5 پس جواب چی میشه مثبت 8 میشه پس فرمول من نوشتم میکنم کنم نقطه یا با نون نقطه میگیم یا فرمول میگم فرمول به شکل این میگیم که عدد اول را بدون تغییر می نویسیم سعیست؟ علامت تفریق را به جمع تبدیل کرده و متضاد متضاد یا قرینه هم گفتیم برش میگن یا معکوس جمعی برش میگن و متضاد عدد دوم را می نویسیم سیست و در آخر جمع را دریافت در و در آخر حاصل جمع را دریافت در می کنیم پس یه فرمول شد فرمول چی؟ حل تفریق اعداد تام یا تبدیل به جمع پس فرمول عدد اول را بدون تغییر نوشتن میکنیم فیست علامه تفریق را به جمع تبدیل کرده و متضاد عدد دوم را می نویسیم و در آخر حاصل جمع را دریافت میکنیم جواب ما و شما را میکشه صحیح پس یک بار دیگه مثبت 5 منفی منفی 3 چی میشه اینو باید ما شما به جمع تبدیل کنیم پس عدد, عدد اول مثبت خودش نوشته می کنیم تفریق تبدیل به جمع میشه و عدد دوم چی میشه متضاد میشه منفی 3 میشه مثبت 3 حال جواب بدید جمع خب ما شما یاد داریم هر دو عدد هم علامه هستن پس با هم دیگه جمع میشه عدد علامت عدد کلانتر یا بزرگتر صحیح پس ما تختار پاک می کنیم یک تا مثال دیگه هم کار کنیم و درس ما شما امروز خلاص میشه صحیح مثال حاصل تفریق منفی چار را از منفی دو دریافت کنید صحیح؟ پس فس حاصل تفریق منفی چار را از منفی دو دریافت کنید خب را چی رقم نویشته کنم؟ من فی چهار اول نوشته کنم من فی دور نوشته کنم گفتیم که ایره چه یا تو نفس دیگه گفتیم ما شما دری نوشته کردیم پس از راست بچه این راست باید باشد این چپ باشد سیست پس به شک میشه جواب ما شما میشه منفی دو منفی منفی 4 تفریق گفته این تفریق میشه این علامت تفریق است ولی منفی چهار ما شما در از دری خوانیم، از راست خوانیم. پس منفی چهار از این در اینجا باید نوشته شود از راست سیست پس جواب چی میشه؟ جواب میشه خب این رو گفتیم باید تبدیل به با جمع کنیم تبدیل به جمع کنیم چی چرا خم میشه تبدیل به جمع کنیم عدد اول بدون کدام تغییر نوشته میشه پس منفی دو رو خودش نوشته میکنیم تفریق تبدیل به چی میشه تبدیل به جمع میشه صحیح و عدد دوم چی میشه متضاد میشه یا قرینه میشه گفتیم به چه شکل است علامش تبدیل کو منفی چهار چی میشه آفرین مثبت 4. حالا جواب بکش خب آیا هر دو عدد هم علامت نه خیر مختلف العلامات یک تا یک تاش مثبت یک تاش منفی وقتی که مختلف علامت بود چی گفتیم گفتیم از هم کم کو چهار دور کم کنه جواب دو میشه صحیح اما علامت عدد بزرگتر گفتیم علامت رو در نظر نگیر بین دو و چهار کدام کلان است چهار پس علامت چهار چی است مثبت پس جواب ما شما چه بشه مثبت دو صحیح پس جواب تو بکشیم این تفریق درافت کردیم مثال بعدی مثال دقت کنید 5 منفی 6 خب این نکته بسیار بس نکته مهمی است شاگرد دقت کن نکته بسیار نکته مهمی پنج 5 منفی 6 گفته دریافت کن این ما با دو طریق میتونیم چی کنیم این به دو طریق میتونیم در نظر بگیریم ولی هر دو طریق جوابش یکی میشه پس فکرتون باشد چی هستی این سوال بسیار سوال مهمی پنج منفی 6 5 منفی 6 این 5 علامه نداره مثبت است پس ما شما میتونیم کنیم چی مثبت 5 صحیح چون علامه نداره خب علامهش مثبت میشه خب آلی دو حالت میشه در نظر گرفت یعنی علامه منفی ما میتونیم علامه 6 در نظر بگیریم یا تفریق در نظر بگیریم هر دو حالت چه من نوشتن میکنه اگر ما و شما ایر چی کنیم ایرا علامه 6 در نظر بگیریم علامه شش در نظر بگیریم یعنی بر چی ایشا منفی شش صد فیصد بینش یک تا مثبت بوده یعنی چی بوده جمع بوده که او به او میگیم اختصار نویسی یعنی علامه مثبت و قوس های اضافی رو ما شما میتونیم نوشته نکنیم صحیح دکتر سالهای بدی یا هست فکرتان باشند. باشه معمول بردن نگم که یاد بگیریم پس دو حالت است پس این علامه که ندارد میشه مثبت پنج اما این علامه این منفی را اگر ما شما در علامه شش در نظر بگیریم پس میشه منفی شش پس الان بینش مثبت 100 صد فیصدی قانون است همیشه چی میگیریم مثبت میگیریم جمع میگیریم خب حالی ما شما میتونیم کار کنیم هم علامه هستن نه خیر هم علامه نیستن پس کم میشه جواب میشه یک علامه عدد بزرگتر کدام بزرگتر است بین 5 و 6 بدون علامت 6 بزرگتر است پس علامه شی است منفی پس جواب ما شما منفی یک میشه صحیح اما حالت دوم دقت کن 5 منفی 6 ما میتونیم این رو به این شکل در نظر بگیریم یعنی علامه 5 که نداره پس میشه مثبت 5 صحیح این تفریق در نظر بگیریم تفریق و عدد 6 که عدد دو علامه نداره و هم مثبت است دیگه وقتی تفریق در نظر گرفته شده پس اون چی است علامه نداره پس اون هم میشه مثبت 6 صحیح یک تا تفریق است خب تفریق چه رقم عمل میکنیم تفریق گفتیم باید تبدیل و با جمع کنیم عدد اول بدون کدام تغییر عدد اول مثبت 5 خودش نوشته میکنم تفریق تبدیل به جمع عدد دوم چی میشه معکوس معکوس جمع یا متضاد گفتیم یا قرینه یعنی علامش تبدیل کو مثبت 6 چی میشه منفی 6 میشه خب حالی جمع کار کو چی است اردو دو عدد هم علامه نیستن پس از هم کم میشه یک میشه سه است و علامه عدد بزرگتر بدون علامه در نظر بگیر 6 بزرگ است یا 5 6 بزرگ است پس علامش میشه منفی یک دقیقاً جواب اردو یکی شد سه است پس فرق نمیکنه که تو ایره اینی علامه را یا تفریق در نظر میگیریم یا علامه شش در نظر میگیریم کدامش بهتر است یعنی بالا بهتر است چون جواب ما شما کمتر میشه صحیح است پایین چی میشه یک مرحله بیشتر میشه یعنی تفریق ما و شما به جمع تبدیل کنیم اگر به جمع تبدیل کنید دقت کن شاگرد اگر دقت کنید انمی دقیقا انمی جمع میشه و جوابش یکی میشه صحیح پس یک تا مثال بسیار خوب کار کردیم که بفهمی به چه شکل میشه درست است پس عملی تفریق عدد های تام ما و شما کار کردیم مثال هم کار کردیم برای تان سایز پس اینو من تیک مارک میکنم پس یار دو عنوان درس ما و شما خواندیم امروز و درس ما و شما خلاص شد اما کار خانگی کار خانگی چی است تمرین های صفحه 80 و 82 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتس نمبرش هم خودتان افس هستین دیگه نه چی است نمبرش 20964780255413 درست است و اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانه دارید میتونید با ما در ارتباط شوید و پرسان کنید که استاد ما امیر نفهمیدم امی, امی سوال صفحه با مثلا صفحه 45 46 ما و شما چی ما نتونستم کار کنم امیر به ما یک تشریح کو صحیح پس اگر کدام سوال دارید کدام مشکل دارید میتونید با ما چی در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که برات خوانده درست است خب شاگردای عزیز پایان درس سوم از فصل سوم ما و شما امروز خلاص میشه درس سوم و خیر ما و شما درس چهارمه میخوانیم باز در درس بعدی درست است خب شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم